سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو از سری ویدیوهای میکاپ اند تاک با مشولی. درست نمیدونم که اسمشو این بذارم، ولی خب با این استارتش میزنیم تا ببینیم که اسمش چی باشه. حتما داخل کامنت ها بهم بگین که اسمشو چی بذارم. قراره که تو این سری ویدیو که اولیش هم این ویدیو هستش، قراره با هم دیگه میکاپ کنیم و من داستان آشناها و دوستام که برای من داستان زندگیشون رو تعریف کردن، از کجا به کجا رسیدن و کلا چه اتفاقی افتاده داخل زندگیشون که جذابم هستش، برای شما تعریف کنم. شما اگه دوست دارین که داستانای دارک زندگیتون و کلا اتفاقای عجیب غریب که داخل زندگیتون افتاده و فکر میکنین که جذاب هستش برای بقیه، یعنی کلا دوست دارین که این تجربتون رو با بقیه به اشتراک بذارین و نخواین که بقیه هم تو این دام بیفتن، حتما داخل چنل تلگرام من که اینجا میادش پیام ناشناس برام بنویسید در قالب یک وایس تکست، هر چیزی که خودتون راحت هستین برام بنویسین که داستان شما رو به عنوان یک راوی برای بچه‌ها توضیح بدم. من قرار برم دیدنی خونه خاله‌ام و اینکه گفتم که با شما میکاپ کنم و این داستان جذاب خیلی پرماجرا رو برای شما هم تعریف کنم. عین میکاپ آرایش ملایم میخوام انجام بدم دیگه. این داستان برای یکی از دوستای خود منه، ازش اجازه گرفتم که کلا این داستان زندگیشو برای شما تعریف کنم. داستان برمیگرده به سال 1394 که دختر این داستان دبیرستانی بوده. دبیرستانی که دوست من میرفته کنارش یه دبیرستان دیگه مال پسرا بود و با هم دیگه خب به تب تعطیل میشدن و اینا. بعد این دختر قصه ما کلن از این دخترها بوده که به هیچکی کار نداشته و از این آدم ها بوده که همسرش تو لاک خودش بوده و نمیدونم، با اینکه مثلا دبیرستان پسرونه سمتشون بوده ولی به پسرها پا نمیداده چون همش کلش تو کتاب بود و این داستان. تا اینکه یه روز از یه پسری خوشش میاد توی همون دبیرستان روبرویشون و این پسر هم خب به تبع از این خوشش میاد و رابطهشون با هم دیگه خوب بود و کلن دیگه عاشق هم میشن، با هم دیگه خیلی مچ میشن و هر کی اینا رو میبینه که میگه چقدر شما به هم میایین و چقدر شما مثلا فلانین و خیلی نایس هستن. کاپلایی بودن که هر جا میرفتن میگفتن که شما واقعا چفته همین و از این داستان ها بوده بینشون. من دختره برای مادر پدرش تعریف میکنه این داستان و اینا، میگه آره با یه نفر آشنا شدن و مامان باباش میذارن حق انتخاب با خودش باشه. ولی پسر این داستانی که برای مامان باباش تعریف میکنه کلن به توافق رسیده بودن که آقا بعد به مامان بابامون بگیم این موضوع رو که بذارن یه ذره راحت تر باشیم. پسر میره به مامان باباش میگه و میخوان که با دختره آشنا بشن. پسره برای مامان باباش تعریف میکنه و مامانش کلن عکس این دختره رو میبینه، اینجوری میشه که نه آقا این به درد تو نمیخوره، این به درد خانواده ما نمیخوره، کجا زندگی میکنن و اینا. میگه نه آقا این خانواده ما به این فرد نمیاد، این فرد مناسب تو نیست. یعنی از اون اول مخالفت مامانه شروع میشه تا اینکه پسره اصلا به دختره میگه که آره مامانم مثلا تو رو دیده و فلان موافقت کرده و دخترم خوشحال میشه از اینکه مثلا خانواده پسره ازش خوششون اومده. پسره نمیگه بهش که خانواده من اینجور داستان رو دارم. بعد تا اینکه حالا دیگه شروع میکنن رفت آمد کنن، پسره میاد داخل خانواده دختره، خانواده مثلا همدیگر رو میشناسن و کلن با هم دیگه رفت آمد داشتن و دخترم میره داخل خانواده پسره. آشناهاشون یه مهمونی میگیره که دخترم میبره. دختره میخواسته بره دستشویی، از دستشویی که رد میشه آشپزخونه هم اونجا بوده. مامانه شروع میکنه که از دختره بد بگه و فامیلای پسره شروع کنه از دختره بد بگه، بگه آره این اصلا به پسر من نمیاد و من اصلا اینو دوست ندارم و دختره همونجا بغضی میشه و میره دستشویی و ولی اصلا برو خودش نمیاره، یعنی این داستانو اصلا بروز نمیده پیش کسی، حتی پیش پسره، یعنی دوست پسرش. تا اینکه میگذره و دیگه پسره میگه که آقا من میخوام با این ازدواج کنم، مامانه هم ناچار دیگه قبول میکنه، میگه که اوکی ازدواج کن ولی من هیچ کدوم از هزینه های عروسی و فلان و اینا نمیذارم که نه بابات نه خودمون کمکت کنیم. پسرم 4 تا خواهر داره، کلن هم تک پسر بوده تو اون خانواده،
و مادر میگه که آقا من تو تک پسر منی، من دلم میخواد با یکی ازدواج کنی که منم دوستش داشته باشم و مورد تایید خانواده ما باشه و کلا به خانواده ما هم بیاد. ولی پسر پاش میکنه تو یکیش میگه آقا جان من اینو میخوام، من اینو دوست دارم و این رابطه کلا 4 سال طول میکشه، یعنی با هم دیگه 4 سال بودن تا این به این نقطه رسیدن، ازدواج میکنم و پسر همه هزینه های عروسیشو خودش میده دیگه، یعنی هیچکی هیچ دخالتی نداره. آره دیگه ببخشید گوشیم زنگ خورد، مجبور شدم برم. آره به هزار و یک بدبختی دیگه دو شیفت کار میکنه بتونه مثلا هزینه عروسی رو بده. این موضوع رو هم دختره نمیدونسته، در صورتی که دختره فهمیده بود که مامانش نمیخوادش و اینا، ولی گفت مثلا دیگه با خودش گفته بود که حالا ازدواج کنیم درست میشه، شاید منو شناخت نداشتن و فلان و اینا. دیگه پسره میره به مامانش میگه که حداقل شب عروسیم یه جوری باش که آبرو منو نبری، تو که هیچ کمکی نکردی حداقل یه جوری باش که آبرو منو نبری، یه خوشرفتاری کن و اینا، بهترین شب زندگی منه، حواست باش و اینا. مامانم یه ذره کوتاه میاد و عروسیشو میره. حالا اینا ازدواج میکنه، داستان تازه از اینجا شروع میشه بچه ها. دیگه از عروسی میگذر و کلن کل فامیلم داستان عاشقی اینا پر میشه و همه الگوی کلن عشق و عاشقیشون میشه داستان این دو نفر. ولی هنوز مامان پسره با این دختره کلن خوشش نمیومده از این عروسه. یه عروسه یه روز مثلا اینا رو دعوت میکنه، مادر پدر پسره رو دعوت میکنه داخل خونش. وقتی مادر شوهر میاد با خیلی ناز و افاده هم تشریف میبره خونه عروسه، از وقتی که میرسه شروع میکنه از همه چی عروسه ایراد بگیره، شروع میکنه از همه چی عروسه ایراد بگیره و هی عروسه کوتاه میاد، هی مثلا خودشو میزنه به نشنیدن و جوابشو نمیده و فلان و بسار. بچه یه لحظه من همیشه این براش این ابروامو گم میکنم، مجبور شدم با این استفادهش کنم. شروع میکنه هی به عروسه بگه آره تو رو چه به پسر من و پسر من کجا تو کجا و تو اصلا به پسر من نمیای و تربیت خانوادگی تو به خانواده ما نمیخوره، در صورتی که اصلا عروسه رو اصلا باهاش هم کلام هم نشده، در حد همین که عکسش رو دیده و فقط این که ازش بدش اومده. کلا همه ی فامیل پسره میگن که آقا این دختره خیلی خوشگله، نمیدونم خیلی خوشه کله، کلا دختر خیلی زیبایی و از این داستانا. اصلا باورشون نمیشه که همچین دختری گیره این پسره اومده. خونه دختر شروع میکنه هی توهین به خانوادش رو اینا کنه. دخترم از اونجایی که مثلا پسره این ورا حال بوده با باباش و اینا، دختر تو آشپزخونه با این دیگه دختره طاقت نمیاره. دیگه شب که اینا میرن به پسره شروع میکنه با گریه تعریف کنه و بگه آره مامانت اینجوری بود و اون روزی هم که قبل ازدواجم حتی من شنیده بودم و فلان و اینا. میگه که نه تو اشتباه میکنه و پسره میزنه زیرش و میگه که نه مامان من اینجوری نیست، تو دلش هیچی نیست و تو رو دوست داره. دختره میگه اوکی باشه، ولی من خودم چیزی رو دیدم و خودم چیزی رو شنیدم و من کر و کور نیستم، واسه همین من یه ذره رفت آمدم باهاشون کمتر میکنم، تو خودت مثلا برو خونه مامان تو اینا. دیگه پسرم با مامانش یه ذره میره تو لک و کلن کمتر میره و میاد و میره خونه مامانش، اینا بهش میگه که آره تو این کارو کردی و اون کارو کردی و فلان اینا. مامانم همه رو میزنه زیرش، همه رو، یعنی تو بگو در این قضیه دونه که گردن بگیره. بعد من آرایش، کاشکی که مشا جون آرایشو گردن بگیری و ولن آنشم گردن گیرش خرابه و کلا خانوادگی و میگه که نه من گفتم بهت این دختره اصلا میخواد رابطه من و تو رو خراب کنه. دختره کمتر میره و بیاد دیگه خونه مامانه اصلا زیاد نمیره، پسرم هر از گاهی تنهایی میره خونه مامانه. تا یه روز مامانه زنگ بهش میزنه از دوی سر کار، بهش میگه که پسرم من شام پختم، لطفا بیا خونه ما
نمیدونم یه شب بیا کنار ما باشه و فلان و اینا. دخترم میگه که آقا اشکال نداره باشه برو. در صورتی که مامانه یکی از دوستاش از لندن میاد و این دوستش یه دختری داشته که دخترم جوون بود. آقا پسر میاد و وارد خونه میشه. خب پسر میگه که دوست مامانم، اوکی، ولی نمیدونسته که دارن براش نقشه میکشن و مامانه از قصص این دختر و مادرشو گفته که بیان خونش. دختر دوست مامانه این پسر قصه رو میبینه و دوستدار پسره میشه، با اینکه مثلا میدونسته که زن داره. خب هی مامانم زنگ میزنه، هی قطع میکنم ویدیو دیگه. هی مثلا پسره میره خونه مامانش، میبینه که اینا هم هستن و فلان و اینا، تا اینکه یه روز اون دختر دوست مامانه بهش میگه که فلانی من از تو خوشم اومده، بیا بدون اینکه زنت بفهمه بیا با هم باشیم. زنت نمیفهمه، ما نمیذاریم که زنت بفهمه. دیگه اون دختره میره به مامانه میگه و میگه پسرت بدش نیومد. مامانم که از ته دلش خیلی خوشحال میشه که پسره کلن با این داستان مخالفتی نداشه. دختره احساس میکنه یه ذره رابطهش با پسره سرد شده و کلن پسره خیلی دیگه خونه دیر میاد و کلن باهاش زیاد اوکی نیست مثل سابق. این سردی این پسره رو میفهمه و هی خود پسره میگه نه هیچی نیست، ولی این خیلی زبله. کلا زنا تو این موضوع سری میفهمن، اصلا زبلن خودش. و به پسر شک میکنه دیگه، به پسر شروع میکنه شک کنه. در حین این که نمیخواستم باور کنه یه همچین چیزی رو، و به پسر شک میکنه و یه روز بدون اطلاع پا میشه میره سر کار پسره. سر کار پسره که میره و میبینه که یه خانومی توی دفتر پسره خیلی صمیمی با هم نشستن و خیلی بگومگو و اینا، بازم اونجا خودشو خانه میکنه و هیچی نمیگه و کلن سکوت میکنه و رابطهشون کل سرد میشه و دختره با هیچکی هم در میون نمیذاره این موضوع رو. برم براش باور کردنش سخت بود و تا اینکه مامانه یه روز میگه که به پسره میگه که آقا من میخوام این کدورت ها رو از بین ببرم و بگو به زنت بیاد دیگه، من نمیخوام اصلا باهاش چیز باشم و اینا، نه میخوام با هم دیگه خوب باشیم و مثل عروس و مادر شوهرای معمولی بشیم و فلان و اینا. دختره رو میبره خونه مامانش و اون دوست خانوادگیشون هم دعوت میکنه، با دخترش میاد و این میبینه این دختره همونه که تو دفتر بودن و بگو بخند و با خودش میگه که آره دیگه اینا مثلا آشنا بودن، خودش رو راضی میکنه یه جورایی و زیاد مثلا شک نمیکنه. تا اینکه مامانه یه جا تو آشپزخونه خفتش میکنه و میگه که وای این ششم چرا اینجوری شد، حالا الان تو کاری کردی که مثلا رابطه من مثلا چندین ماه با پسرم بد بشه و اینا، ببین چه کاری باهات انجام میدم. خلاصه دختره رو تهدید میکنه، از اونجا شستش خبردار میشه که آقا این یه داستانی هست که این اصلا اینجوری شد و فلان و اینا، رابطه ما هم سرد شد و دختره شروع میکنه به تعقیب کردن بیشتر و بیشتر پسره و میفهمه که این پسره خیلی میره خونه مادره و هی میبینه که مثلا این دخترم خیلی میره خونه مامانه و فلان اینا، میفهمه که اینا آقا با هم در ارتباطن و رابطه اینا خیلی سرد شده نسبت به هم دیگه. دختره در حین این که خیلی حالش بد میشه و اینا و به خودش میگه که آقا تو الان تو شرایطی نیستی که بخوای حال خودت هی بد باشه، پاشو رو با پاد وایس و دیگه به تراپیست رجوع میکنه و کلن خودشو میخواد نجات بده. میره پیش تراپیست، تراپیستش بهش میگه که تو فقط تنها راهت اینه که بچه دارم نشدی و طلاق بگیر. پسرم شروع میکنه اولش انکار کردن، یه چند روز دوباره مثلا با هم دیگه دعوا میکنن و دختره میگه که بابا من فهمیدم اوکیه، فقط الان میخوام ازت طلاق بگیرم، برو تو برو پی زندگیت، منم برم پی زندگی. نمیدونم پسره میره این موضوع رو به اون دختر نوجوان دختر جوونه میگه و که
بهش میگه که آره بابا ببین من بازنم به مشکل خوردم. دخترم میگه که خب چه فرصتی از این فرصت بهتر، ازش طلاق بگیر و همون خلاص شه، هم ما به خواستمون برسیم. و طلاق میگیرن از هم و این دختر قصه ما یه دختر میشه که حالا طلاق گرفت و کلن از این ماجرا میاد کنار، میاد کنار و پسره میگه که اوکی من که طلاق گرفتم، تو هم که ازدواج نکردی، بیا با هم دیگه ازدواج کنیم. بچه این فلور ماره خیلی خوب. بیا با هم دیگه ازدواج کنیم. دخترم که خیلی راضی و تا این که اینا میخوان با هم ازدواج کنن، در شرف ازدواج با هم بودن که نامزد دختره از لندن میاد، مثل این که داخل لندن با یه کسی نامزد بوده و نامزده دیگه طاقت نمیاره این مدت طولانی که دختر ایران بوده و اینا، میخواد که بره ببینتش. خیلی حالش بد میشه و میگه که چیکار کنم چیکار نکنم. این یکی پسره رو ول میکنه، میگه که آقا من اصلا داخل ایران نیستم، من نمیتونم ایران بمونم و اینا. اینو ول میکنه و با نامزدش برمیگرده لندن. این پسره میمونه و حوزش با زندگی که خودش به هم زدش به خاطر یه قفلتی که کرده. و این دختر قصه ما هم که عروس بود و دیگه خودش رو جمع و جور میکنه، به یه موفقیتی میرسه و کسب و کار خودش رو راه میندازه و اروپای خودش وای میسته و به گوشه اینم میرسه که با یه پسری در رابطه است که پسرم خیلی دوستش داره و خیلی چیز خوبی و کلا این پسرم کار و ایناشو از دست میده، از لحاظ روانی خیلی به هم میخوره، ولی خودش کرده بود با زندگیش دیگه. تا اینکه میبینیم مثلا دختره میخواد بره با یکی دیگه ازدواج کنه، هی میره بهش میگه آقا فلانی من تو رو خیلی دوست دارم و من اشتباه کردم و فلان و اینا. دخترم هی میگه نه من یک کسی دیگه ای وارد زندگیم شده و خیلی دوستش دارم، تو یک بار زندگیمو خراب کردی و این بار دوباره انجامش نمیدم. خدا میشه و دخترم یه ازدواج مجدد موفق میکنه که الانم با اون شوهرش خیلی خوش و خرمه، ولی پسره نابود میشه دیگه تو این داستان. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. میکاپ اند تاک با شیری خوشتون اومد، حتما حمایت کنین، به هم بگی توی چنل تلگرام هم حتما جوین شین. از یه داستان دعوای مادر شوهر و عروس که آخر سرم به پسر خودش بد کرد و پسر خودش بیچاره شد، ضربه بیشتری رو دید و پسرم چون فهمید که مثلا این داستان ها پیش اومده و اینا مقصرش رو مامانه میدونست و دیگه از مامانش جدا شد و کلن خواست که زندگی مستقلی داشته باشه و بعد یک سال سعی کرد که مهاجرت کنه و کلن از ایران بره. و این بود از داستان جذاب جذاب قسمت یک از ویدیو میکاپ اند تاک ویت مشولی از آرایش عید دیدنی بنده. کلی دوستتون دارم تا یه میکاپ و یه داستان پرماجرای دیگه. خدافظ.